به نام آنکه ما را بندگی داد و آن پس مژده پایندگی داد. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه روشنا، سلام و درود و محضر ارزشمند تک تک شما عزیزان. امیدواریم که امروز هم در برنامه روشنا تا پایان با ما همراه باشین و روز به خوبی و نیکی آغاز کرده باشین. اما امروز در برنامه روشنا طبق روال هر چهارشنبه که بیننده بودین راجع به مسائل و جوانب مختلف طلاق با هم صحبت میکنیم و امروز اختصاصا راجع به آسیب‌های فردی طلاق قرار است با هم دیگر صحبت‌های داشته باشیم. بر همه ما و شما واضح هست که زمانی که یک زن و شوهر و یک مشکل میخونن و به بنبست میرسن، رایج‌ترین راه حلی که به ذهنشان میرسه بحث طلاق و جدایی از یکدیگر است و مسئله به خصوص امروزه در بین جوانان که حالا از صبوری کمتری هم برخوردار هستند میبینیم که بیشتر رایج شده و متاسفانه گرایش بیشتری به این موضوع دارن. اما از طرفی هم طرفین بعد از اینکه حالا قبل از اینکه بخواهن به طلاق فکر کنن و عواقب او هم فکر میکنن، اینکه حالا اگر خانم باشه بعد از این من کجا زندگی کنم، بدون فرزندانم آیا میتونم دوام بیارم، مخارج زندگی را چطور تأمین خواهم کرد، و یا اگر مرد باشه باز بحث نگهداری از فرزندان و به طور کلی طرد شدن از دوستان، از طرف دوستان و خانواده، و ای که دوباره آیا جامعه به همون دید قبلی به من نگاه میکنه یا نه. همه اینها دغدغه ذهنی برای کسانی است که احساس میکنن که زندگیشان باید هرچه زودتر به پایان برسه، زندگی مشترکشان، و رو به طلاق بیارن. امروز راجع به این که طلاق چه آسیب‌هایی میتونه هم بر زنان و هم بر مردان وارد کنه با هم صحبت میکنیم. همراه ما باشین. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، خانم علیزاده بزرگوار. سلام خانم علیزاده، خوش آمدید به برنامه. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز. انشالله هر جایی هستین روزگار به شما خوش باشه. در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. خانم علیزاده، در راجع به این موضوع که آسیب میزنه طلاق و جدایی به زندگی ها که توافق نظر دارن همه و میدانیم که یک سری تغییراتی را در زندگی زن و شوهری که حالا قبلا هم زندگی فردی را تجربه کردن و حالا بعد از یک زندگی مشترک دوباره میخوان به زندگی مجردی برای یک مدتی حداقل بیارن، یک سری نگرانی هایی هم دارن. منظور از آسیب هایی که بعد از طلاق متوجه افراد میشه چیست؟ بله، اگه اجازه بدین من یک مقدمه خدمتتون عرض کنم. خواهش میکنم، بفرمایید. بینندگان عزیزی که تازه به جمع ما پیوسته و میخوایم مشخص شود که موضوع گپ ما چیست. دوستای عزیز، همطور در برنامه قبلی هم گپ زدیم، بحث اصلی ما بررسی عوامل و آسیب های پس از طلاق هست. ببینیم، ما روی عوامل گپ زدیم در برنامه قبلی و گفتیم یک سری عوامل هست که باعث ایجاد طلاق میشه. او عوامل چیه؟ عوامل ارتباطی بود، عوامل فرهنگی بود، عوامل اجتماعی بود و عوامل روانشناختی و حتی عوامل اقتصادی. خب اینو عواملی بود که ما در برنامه های قبلی به طور مفصل گپ زدیم. خب حالا عوامل رو میگذاریم کنار و میبینیم که یک زوجی به طلاق رسیدن، زندگی به طلاق رسیده و ختم پیدا کرده، چه آسیب هایی به چه پیامد هایی بعد از طلاق متوجه افراد میشن. میخواییم امروز ما در این مورد گپ بزنیم. خب آسیب یا همون پیامدی که پس از طلاق و زندگی افراد وارد میشه بر سه قسمت. یکی آسیب های فردی است، یعنی بر خود فرد، چه مرد و چه زن وارد میشه. یکی آسیب های اجتماعی است که از طرف اجتماع باز چه بر مرد و چه بر زن وارد میشه. و یک دسته دیگر آسیب های خانوادگی است که بیشتر متوجه خانواده زن و مرد و مخصوصا فرزندان میشه. خب در این برنامه ما میخواییم راجع به آسیب های فردی که هم متوجه زن و هم متوجه مرد میشه گپ بزنیم. خب حالا شاید همین سوال در ذهن بینندگان باشه که آسیبی که شما گپ میزنین چی هست. ببینین، آسیب میشه همون ضربه یا صدمه روحی و اجتماعی است که
پس از طلاق متوجه مرد و زن میشه. ببین بله. دوستان توجه داشته باشن، پس از طلاق ما عوامل رو بررسی کردیم و میخوایم آسیب های پس از طلاق رو و این رو باید مد نظر داشته باشه که خانواده عزیز و والدین گرامی، پدر و مادر عزیز، فکر نکنین که با طلاق مشکل شما حل میشه. فکر نکنین که با طلاق شما به آسودگی و آرامش میرسین، بلکه تازه شروع چالش های در زندگی شما است که پس از طلاق به سمت شما میاد. شاید هم اون چالش ها بزرگتر از چالش هایی باشه که در زندگی مشترک تجربه میکنم. و امروز میخواییم که دوستای عزیز رو آشنا کنیم با این چالش ها، با این آسیب هایی که پس از طلاق به سمت زن و مرد میاد. خب به طور جداگانه اگر بحث کنیم، آسیب های متوجه زنان میشه چه آسیب هایی هست که پس از طلاق است؟ خب آسیب های زنان، اولین این که مثلا خانومی طلاق گرفت، بعد از طلاق مسئولیت زندگی از او افزایش پیدا میکنه، مخصوصا اگر این زن فرزند همراه خود داشته باشه. یعنی توافق کردن که فرزند با خانم مادر نگه باشه. داره با مادر باشه، یا حتی اگر مثلا سنش پایین هست، چیرخوار است یا کوچک است، خب کنار مادر زندگی کنه. خب این رقم دغدغه و مسئولیت مادر بیشتر میشه در صورتی که فرزند داشته باشه و متوجه خب اینکه مسکن جداگانه برای خود و فرزند خود داشته باشه، مشکلات مالی و افزایش پیدا میکنه، اینکه درآمد داشته باشه، اینکه مخارج خود و فرزند خود از کجا تامین کنه، همه اینها دغدغه‌ای است که پس از طلاق متوجه زن میشه، پس مسئولیت از اون زیاد میکنه. بله. خب یکی دیگر فقط در اینجا ختم نمیشه، باز هم آسیب دیگری که متوجه زنان میشه آسیب های روحی و روانی است که متوجه زنان، چه زن چه مرد، میشه. ولی خب چون زنان عاطفی تر هست، پر رنگ تر از این مسائل به آسیب های روحی. خب چی میتونه باشه آسیب های روحی؟ احساس گناه، استراب، افسردگی، اینا مسائلی است که پس از طلاق ذهن یک زن را مشغول میکنه. خب چگونه؟ ببینید وقتی که زن خودش مقصر باشه و یا شروع کننده طلاق باشه و خودش گب از طلاق بزنه و خواهان طلاق باشه، پس از اینکه به جدایی رسید و یک احساس گناه داره، مخصوصا اگر زمانی طفلی داشته باشه که از او دور باشه، آینده او طفل چی میشه و مدام ذهن مادر را مشغول میکنه که الان کودک او در چه وضعیتی هست، آیا گرسنه است، آیا بیمار است، آیا خوشحال است، و همه اینها باعث میشه که مضطرب باشه. پس اون آرامشی که فکر میکرد بعد از طلاق به اون میرسه را نداره، چون مدام دچار اضطراب است، مخصوصا مادرانی که فرزند داشته باشه و اون وابستگی شدیدی که یک مادر نسبت به فرزند داره و او حس مادرانه را هیچ وقت نمیتونه فراموش کنه و یا مثلا از او چشم پوشی کنه. به هر حال چه فرزند همراه او باشه چه نباشه، از این بابت که چطور نگهداری میشه دغدغه داره. بله. و همه اینها منجر میشه به افسردگی، این عاملی میشه، زمینه ای میشه که این خانم به سمت افسردگی رو بیاره و نتونه مقاومت کنه و برایش سخت باشه اینکه با این مشکلات کنار بیاد. بله. آسیب های دیگری که باز هم متوجه زنان میشه، خب مشکلات مالی هست، چون زنان ما قبل بعد از ازدواجشون وابسته میشه به شوهر. خب قبل از ازدواج وابسته است به خانواده خود و پدر تأمین میکنه مایحتاج مالی از اون. وقتی وارد زندگی مشترک میشه، خب زن آسوده به خانه‌داری و بچه داری خود میپردازه و مرد تأمین کننده مایحتاج مالی کلی خانواده هست. خب پس از اینکه حالا ناسازگاری میشه، چالش میشه، هر مشکلی که اینا میرسن به نقطه طلاق و به بنبست زندگیشون میرسه و زندگی با طلاق خلاص میشه، تازه زن میفهمه که هیچ حمایت مالی نداره و نه تخصصی، نه سوادی، نه مهارتی، نه شغلی، پس بنابراین تازه با چالش بزرگی روبرو میشه که چگونه توان مالی پیدا کنه تا از پس مخارج خود بیاد. خب این هم میشه مشکل
بزرگه که زنانی ما پس از طلاق دچار از اون میشه. البته خانم علیزاده جان، شما بحث مالی و اقتصادی را که مطرح کردین، خانم هاییست که شاید شاغل نباشن یا از نظر ای که مثلا تحصیلاتی و یا توانی های و مهارت هایی که باید برای کار در بیرون داشته باشن چنین مهارت هایی را ندارن، اما خب بعضی از خانم ها هم هستن که شاغل هستن یا یک سری مهارت هایی دارن که میتونن درآمدزایی کنن از طریق او. آیا چنین خطر متوجه چنین خانم هایی باز نیست؟ چرا؟ اونا باز خطرات مخصوص به خود داره. ببینیم بحث ما چون بیشتر مخاطبین ما و جامعه مورد نظر ما خانم های جهان سوم و مخصوصا کشور ما افغانستان هست. بله. به این خاطر که در کشور ما بیشتر خانم های اکثر خانم ها خانه‌دار هستن و کدام مهارتی کدام تجربه کاری و شغلی ندارن. حالا درست است که ما بین جامعه ما ببینیم خانم های باسوادی که بسیار موقعیت های شغلی خوبی هم داره، درآمد کافی داره، ولی اکثر خانم ها، اکثر زنان ما زنان خانه‌دار هستن که هم از سواد کمتری برخوردار است و هم از مهارت و شغل مناسبه. اینها بیشتر دچار درست است. خانم علیزاده، ای که یک خانم شاغل باشه، من فکر میکنم از آسیب حالا همون مسئولیت اقتصادی سنگینی که بر دوشش گذاشته میشه هم در امان نیست. به هر حال هر چه که باشه در زندگی مشترک مسئولیت اقتصادی به دوش همسرش بوده. حالا اگر این شغل هم داشته و درآمدی هم داشته، مسئولیتش اینه بوده که مخارج خانواده را تامین کنه. و الان دیگه شاید درآمدش هم کفاف مخارج خانواده را نکنه. پس این آسیب فکر میکنم به نحوی متوجه چه زنان شاغل و چه غیر شاغل و خانه‌دار هست. سپاسگزارم از شما تا اینجای برنامه با ما همراه بودید و ممنون از شما. یک بخش را همکاران ما آماده کردم، با هم میبینیم و برمیگردیم. ممنونیم از شما که با ما همراه هستین در برنامه روشنا با موضوع آسیب‌های فردی طلاق، چه بر مردان و چه بر زنان. کارشناس برنامه خانم علیزاده هستن و بحث با هم دنبال میکنیم. خب راجع به آسیب‌های فردی که بر زنان وارد میشد پس از طلاق ما هم صحبت کردیم. ادامه بحث میشنویم از شما خانم علیزاده جان. خب بحث ما مشکلات مالی بود که پس از طلاق متوجه زنان میشه و همونطور که شما گفتین چه زنانی که شاغل باشه چه زنان خانه‌دار باشم متوجه مشکل میشه، مخصوصا در زنان خانه‌دار بیشتر است. بله. ولی خب زنان شاغلی که کنار همسران خود کار کردن، چون مخارج عمده زندگی، مخارج کلان زندگی بر عهده شوهر بوده، پس از طلاق این زن مسئولیتش افزایش پیدا میکنه. چرا که هم مخارج سنگین و کلان خود باید پرداخت کنه و هم مخارج جزئی خوده. درسته. خب جدای از این که حالا کار کنه این زن، ما آسیب دیگری رو هم متوجه میشیم و اون آسیب‌هایی که امنیت اجتماعی نداره زن. ببینید متاسفانه در کشورهای جهان سوم و مخصوصا کشور ما نگاه جنسیتی دارن نسبت به زن متعلقه و این یک زن رو آزار میده. زنی که شاغله، زنی که میخواد بیرون یک کار سالم داشته باشه، زنی که میخواد فعالیت داشته باشه تا خودش مخارج خوده تامین کنه، متاسفانه امنیت اجتماعی چندانی نداره. و این نگاه فرهنگی که جامعه سنتی ما نسبت به زنان داره بسیار آسیبزا هست که شاید حتی از مشکلات مالی هم بیشتر باشه. دقیقاً. پس بنابراین کلی از این مشکل و اینکه دولت‌ها هم حمایتی نمی‌کنند. ببینید شاید در کشورهای توسعه یافته وقتی که جدا میشن، خب خود دولت موظف است که از این خانومی که جدا شده و تنها میخواد زندگی کنه یک سری حمایت بر میکنه، وام‌های میده. ولی در کشورهای جهان سوم مثل کشور ما حمایتی نمیشه از طرف دولت. پس به طور کلی این زن رها میشه تنها در یک جامعه‌ای که باید از پس خود برایه. درسته. و این واقعا سخت است و این واقعا آسیب‌زا هست و اینو متوجه باشن دوستای عزیزی که خدایی نکرده زندگیشون دچار چالش است و یا خدایی نکرده به طلاق فکر میکنن و یا فکر میکنن که بهترین راه حل، موفق‌ترین راه حل
طلاق هست، به این آسیب ها هم فکر کنه. خانم علیزاده، حالا که بحث به اینجا رسید و شما راجع به این گفتین که به راه حل های دیگه هم فکر کنن غیر از طلاق، حالا شاید یک خانواده واقعا یک زوجی واقعا دیگه راه حلی را نمیبینن و نمیتونن که کنار هم باشن، یک فضای تنش‌زایی را در خانواده ایجاد کردن که آسیبش به مراتب بر هم بر فرزندان و هم بر خودشان بیشتر است. برای چنین زوج هایی به غیر از طلاق آیا راهکار دیگه هم وجود داره؟ ببینین، راهکارها قبل از طلاق است. هر راهکاری، چه مشاوره باشه چه صحبت باشه، کلگی از اینا برای قبل از طلاق است. بله. اما خدایی نکرده وقتی که زوجی تمام این راه ها را رفت، مشاوره رفت، صحبت کردن، کلانترا و ریش سفیدای فامیل هم با اینا صحبت کردن و به اینا فرصت دادن و اینها واقعا دیدن که نمیتونن هیچ رقم کنار هم باشن، و این آسیب ها هم فکر کنن، این آسیب هایی که امروز بیان میشه، و بعد تصمیم خود بگیرن که آیا میتوانن از پس آسیب هایی که پس از طلاق متوجه اونها میشه برای آیا این توان رو داره، آیا این مقاومت رو داره، و مخصوصا اگر فرزند داشته باشه که این آسیب ها دوچندان میشه. یعنی نکات مثبت و منفی با هم بودن و جدا شدن از همدیگر با هم بسنجن. بله. و بعد از اون باز تصمیم نهایی را بگیرن. بله. خب یک آسیب دیگه این که باز متوجه زنان میشه ترد شدن از طرف خانواده است. مخصوصا در باز هم در کشورهای جهان سوم و مخصوصا در جوامع سنتی مثل جامعه ما، وقتی دختری خودسرانه ازدواج میکنه، یعنی با تصمیم خودش بدون موافقت و یا مشوره پدر و مادر ازدواج میکنه و تشکیل زندگی میده، پس اون که به نقطه طلاق میرسه از طرف خانواده مورد پذیرش قرار نمیگیره و میگه خب چون خود انتخاب خودت بوده، گرچه ما یا بدون مشورت ما رضایت ما ازدواج کردی، خودت هم مسئول هستی و جایی برای تو در خانه نیست. خب این باعث میشه که این رقم زنان از طرف خانواده ترد شده. و یا اینکه ازدواج های اجباری و فامیلی که معمولا در سنین پایین هم رواج داره در جامعه ما، باعث میشه بعض از این که خب کلانتر میشن مرد و زن و میفهمن چقدر تفاوت دارن با یکدیگر. از دو دنیای متفاوتی هستن که بل اجبار بر حسب انتخاب پدر و مادر و یا بر حسب فامیلی کنار هم قرار گرفتن. خب اینا به این نتیجه میرسن که هیچ سنخیتی ندارن و از سالها زندگی و طلاق فکر میکنن. خب اینها هم اگر طلاق بگیرن باز هم پذیرش از سمت خانواده ندارن، چرا که طلاق اونها موجب شاید به هم خوردن روابط یک قوم و فامیل شود. ممکن است از طرف پدر و مادر ترد شود که چیزی که ما صلاح دیدیم و ما مقبول دانستیم برای تو، برخلاف او رأی و نظر ما عمل کردی و جدا شدی و این ننگ است بر جامعه ما، مخصوصا در جامعه سنتی افغانستان که طلاق را یک ننگ کلان میدانه که متوجه یک خانواده و دختر مخصوصا میشه. خب اینا همه آسیب است، آسیبی که از طرف خانواده یک زن ترد میشه پس از طلاق. باید از همین الان متوجه زی باش. بله ببخشید خانم علیزاده جان، بحث آسیبی که الان عنوان کردین، عدم حمایت خانواده از چه مرد و چه زن، و به خصوص حالا زن که نیاز بیشتری داره بعد از جدایی به خانواده و حمایت خانواده، به عنوان یک حالا دیدگاه یا عرف ناپسند در جامعه ماست که حمایت نمیشه دختر از جانب خانواده، در حالی که حالا شاید چاره دیگری واقعا نباشه. بله. و دختر به پناه میاره به خانواده خود. من فکر میکنم این شاید نیازمند افزایش آگاهی و تغییر دیدگاه های خیلی سنتی مردم جامعه ما باشن، که به هر حال گام اول در این که اون مرحله سخت بعد از طلاق را، حالا به هر نحوی که ما به هر دلیلی طلاق میگیرن و میبینیم که دیگه واقعا راه حلی نیست، همون رقم که شما گفتین به مراحل مختلف حالا نصیحت بزرگان توجه کردن و مشاوره رفتن و موارد دیگه، اما دیگه دیدن واقعا چاره ای نیست و اصلاح ناپذیر است حالا هر کنم از طرفین. در این صورت تنها چیزی که دل خوش میکنه طرفین همون حمایت خانواده است. بله. و این متوجه باشن که وقتی که زن از هر لحاظ و از هر جهت، چه از طرف خانواده خودش و چه از طرف خانواده شوهر خود رها میشه، متاسفانه آسیب های زیادتری میبینه که گاهی حتی به
افسردگی، به جنون، به خودکشی هم میرسه. از این باید متوجه باشه خانواده، از باید این فرهنگ سازی باشه در جامعه ما که وقتی زنی مجبور میشه به طلاق و نمیتونه و توان تحمل او شرایط زندگی زن و شوهر را نداره، خب اگر خانواده هم رها کنه واقعا این زن به کجا بره؟ چون نه دولت حمایت میکنه، از طرفی چون جامعه سنتی خانواده هم حمایت نمیکنه، پس این زن واقعا به مفهوم واقعی تنها میمانه. بله. خب این خیلی آسیب و بسیار آسیب داد هم در سطح جامعه و هم در خود فرد. بله. خب بهتر است که خانواده ها واقعا بپذیرن این واقعیت را که همه راه ها را رفته، کمک کرده و دختر خود و پسر خود فرق نمیکنه، مشاوره دادن، نصیحت کردن و مشکلات از اونها را تا جایی که تانسته برطرف کرده، ولی خب نشده و به جدایی ختم شده. باید این خانواده ها سعی کنن که چه پسر خوده که برمیگرده و چه دختر خوده از لحاظ عاطفی حمایت کنن، از لحاظ مالی حمایت کنن، چرا که همین حمایت کردن های اینها باعث میشه که یک روزنه امید به آینده بر اونا شکل بگیره و اونا امیدوار باشه به تشکیل یک زندگی دیگر، به ادامه حیات، به ادامه زنده بودن خود امیدوار میشه. اگر خدای نکرده این دست حمایت از سمت خانواده هم قطع بشه، مطمئن باشن که بسیار آسیب های جدی وارد میشه. و یک آسیب دیگری که باز متوجه است پس از طلاق بر زنان، هویت اجتماعی زنان تغییر پیدا میکنه. به این خاطر که مخصوصا باز هم چون مبحث ما، مخاطب ما جامعه سنتی افغانستان هست، ما در جامعه ما معمولا موفقیت یک زن را در موفقیت او در ازدواج میبینیم. یعنی یک زنی با تحصیلات عالی، با شغل خوب، با یک موقعیت اجتماعی مورد پسند در جامعه، وقتی در زندگی خانوادگی خود دچار مشکل میشه و به جدایی میرسه، نگاه جامعه به او یک نگاه مطلوب و موفق آمیزی نیست و او رو یک زن موفق نمیدانه. چرا که فکر میکنه که زنی موفق است که در زندگی زناشویی خود موفقیت داشته باشه. یعنی موقعیت و جایگاه زن را در موفقیت زندگی مشترک میدانه. یعنی به نحوی حالا اگر بحث از هویت نباشه و نتونیم بگیم که تغییر هویت، میتونیم بگیم که جایگاه اجتماعی آن زن که توقعات نسبت به او زیاد هست، در واقع در سطح پایین‌تر قرار میگیره و تنزل پیدا میکنه. با اینکه گفتیم این زن از لحاظ اجتماعی، از لحاظ